در برنامه این هفته موسیقی برو بنر در این قایق چه خبر است؟ اینجا پاریس هست، رودخانه سن است، اینجا موسیقی ایرانی است. می وفا می وفا می وفا رفتم که رفتم وسط یه زبدرم خونه به دوش و خسته توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته عنوان آهنگ بعدی سرشوت هست از آلبوم آخرم با همراه یه هر کلام تایبار قرار بود اول فروردین منتشر بشه که خورد به داستان سیل و اتفاقای بعدش. زر زر پیداش ز پشت بیشم بازم سفره برپاش زر زر پیداش بازم سفره برپاش صدای آشنا آفتاب رمید به پیچ کوچه ها آمد سوا آمد آمد درمان شوی تو به نور آسمان بالا روی تو به سوی کهکشان آمد سوا آمد آمد ذره ذره پیداش پشت بیشم بازم سفره برپاش زر زر پیداش برنامه موسیقی رو نگاه میکنید روی این آرامش این رودخانه سن در پاریس. خواننده بعدی ما هستن خانم تارا متولد اردیبهشت. خواهش کنم بفرمایید روی صحنه با اعضای گروهشون برای ما میخونن سبک جاز هستش و آهنگ خاطر انگیزیه که خواهشین اولین آهنگی میخونن حالا خوش کنید یادتون بید چه آهنگی از برات دامن کشان رفتم می نام روان از من آسرده دل کی دیگر
دامن کشان رفتم می نام روان از من آسرد دل که دیگر بینی نشان رفتم که رفتم رفتم که رفتم از برات دامن کشان رفتم می نام روان از من آسرد دل که دیگر بینی نشان رفتم که رفتم از برات دامن کشان رفتم می نام روان از من آسرد دل که دیگر بینی نشان رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر مگذر ای جانانه بگذر هرچه بودیم هرچه بودم می خبر رفتم که رفتم بعد از این بعد از این کن فراموشم که رفتم دیگر از دست تو رفتم با دل سود آشنا گشتم از دامت رها می وفا می وفا می وفا رفتم که رفتم رفتم که رفتم خانم تارا صحبت کنیم که برای ما نواختن زیر پای ما زیر همین سقفی که روش ایستادیم. خوب هستین شما؟ مرسی. شما فامیلتون تارا مهراد؟ بله. هیچ خویشاوندی با فرهاد خواننده معروف مهراد داری؟ بله. انگار من نمیدونستم. انگار نمیدونستم. خیلی جالب. پس آیا به همین خاطر شما پاریس هستین؟ چون یادم سالهای آخرشون ایشون نه موقعی که همون فرهاد اینجا بود من اینجا نبودم هنوز البته میومدیم تابستون ولی چون مریض بود موقعی که پاریس بود که من بیام دک بودین دیگه قاعدتاً نه فکر کنم خیلی جوره برای من و خب قاعدتاً خانواده شما اهل هنر هستش دیگه خانواده پدرم هم هنرمند زیاده در واقع موزیسین زیاده همه یه سازی میزنن و 10 سالی هم هست که اومدید واقعا دیگه پاریس بمونی. من از اول که اومدم میخواستم بمونم چون میخواستم موسیقی بخونم و اینکه خب تو ایران که نمیشد. آره بعد من عاشق جاز بودم رفتم میخواستم برم این مدرسه جاز و اینکه میدونستم که دیگه قرار نیست برگردم. بله. و خب درسته چرا همه خانواده پاریس میومدن؟ چرا فرانسه؟ خانواده مادرم همه پاریس اومدن به خاطر اینکه اون موقعی که انقلاب شده بود بیشترشون فرار کرده بودن اومده بودن پاریس اینجا. چون اینجا خانواده کسای دیگه بودن درنچه همه یواش یواش به هم پیوست و این سبکی هم که شما اجرا کردی خب خیلی جالب بود البته شما کاری که میکنین آهنگای خاطر انگیز قدیمی رو بازخونی میکنین به این سبک جاز درسته من این کارو زیاد دوست دارم به خاطر اینکه این چون من بیشتر موسیقی جاز خوندم موزیک برزیلی خوندم همه چیزای دیگه خوندم و اینکه یه موقعی یه کمی دنبال ریشه های
خودم بودم که بعد یهو این ملودیایی که همیشه دوست داشتم و اینکه خیلی این کارو دوست دارم که اینا رو به یه طرز مدرن دوباره برگردونم. ولی خب این آهنگا رو که ما ور باز می‌کنیم دور می‌ندازیم، خب یه چیزی از دست میره ولی چیز دیگه کشف میشه توش. خب چه چیزی ازش رفت؟ چه چیزی کشف شد توش؟ چیزی که ازش رفت شاید اون، خب من آخه اون طرز خوندن واقعا سنتی ایرانی رو اصلا بلد نیستم، هیچ وقت یاد نگرفتم. شاید اونه که خیلی خب به نظر من جادوییه و یه، ولی خب یه چیز جدیده به نظر من، یه موسیقی جدیده، یه چیزی در واقع به نظر من خودم هم. چون که همه این چیزا تو من قاطیه، تمام دنیایی تجربه کردم، دنیاییه که من تو زندگی کردم، این صداییه که الان بهش. البته ما آهنگای خودمون هم داریم. شب شده اما ما پیدا نیست، صدای باد تو هوا نیست، شاید نور ستاره به دام باز روی این زمین تو یعنی که شما همراه میکنن، یکی ویولونسل میزنن یا دبل بیس میگن اینجا بهش و پیانو. بچه فرانسه هستن نه؟ پیانیست شوهرمه که فرانسوی برزیلیه و جکسون که بیس میزنه برزیلی و ژاپنی. چون میدونم جمعیت زیاد از ژاپنیا مهاجرت کردن به برزیل، حتی زیاده، خیلی زیاده، حتی بعضی از سیاستمدارا از تبار ژاپنیا هستن، چیزی که ما زیاد نمی‌دونیم و کشف کردیم و خیلی جالبه. بریم از دنیای عموتون هم بشنویم. آقای فرهاد که اتفاقا سالهای آخر زندگیشون اینجا بودن تو فرانسه، برسته. در پاریس درگذشتن و منم یادم آخرین مصاحبهش هم بی بی سی انجام داده بود رادیویی و یکی از آهنگایش رو میشنم که شما تنظیم کنید به روش خودتون. آهنگ کوچه بنفشه ها رو دوباره براتون اجرا. سپاس خانم تارا مهراد برای ما میخوانند. جعبه های کوچک چوبین جای میدهن در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی بنفش آرام با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جا
جعبه های کوچک چوبین جای میدهن جوی حساب. زمزمه درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گونه ها رفان جوی حساب. زمزمه درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گونه ها رفان. تنش را همچون منفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی و تنش را همچون منفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. بالای کشتی نوازندگان می نوازند شروین برای ما می نوازد آهنگ معروف زبده رو که در یکی از فیلم ها هم اجرا کرده. به صحبت هم می کنم. من کیم؟ یه در به در گم شده یه محله ها پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا. از کجا؟ جنوب شهر اونجا که بن‌بست نفس اونجا که خواب و خیال زندونی میشه تو قفس. وسط یه زبدرم خونه به دوش و خسته
توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته، وسط یه زبدرم خونه به دوش و خسته، توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته. من کیم؟ یه پاپتی پر از سوال بی جواب، صد تا جاده رو دیوار نقاشی کردم توی خواب، دیوارا قایم شدن اون ور پرده های رنگ، عمریه که دل خوشی به این دروغای قشنگ. وسط یه زبدرم خونه به دوش و خسته، توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته، وسط یه زبدرم خونه به دوش و خسته، توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته. خود من اینجا رو ساختم، دیواراش کار منان، رنگا رو پاک میکنم، ببین که نره میزنم. خود من دیوارای زندونم رو ساختم، آره من خودم رو توی چهار دیواری انداختم، آره من کیم؟ وسط یه زبدرم بسیار عالی، بایزه شما هم داره کسیم. یه صحبتی هم بکنیم با خود شروین در حالی که داره گیتارشو کوک میکنه. جانم، بله. چطور، خوبی؟ مرسی بهزاد عزیز، نیفتید رچالی؟ بد نیستم، خوب. آهنگ خیلی قشنگ، زبدر من اینو آبا اینقدر صدا نکن، همسایه واقعا چیزو همسایه ملاحظه نمیکنه دیگه. بیا ایشون داره گیتار میبره برای نوازندهی که ملحق بشه به جناب آقای شروین. نمیدونم بده پیمان، پیمان جایی شما فعلا داشته باش، من دو کلمه صحبت کنم. زبدر رو زبدر رو میگی چه داستانی داشت؟ میکروفون رو عرضم به حضور شما که فکر میکنم فیلم گربه ایرانی. آها، در فیلم گربه ایره که بهمن قبادی ساخته بودش، که تو اون اینو انگو اجرا کردی، انگو سیار زیبایی هستی. شیر تو بلژیک هستی؟ من بلژیکم، دفعه قبل که هم دیگر دیدیم آمستردام بودم. بلژیک چند ساعت روندی تا اینجا؟ من نروندم، سه ساعت ایشون، سه چهار ساعت، آره سه ساعت، این چهار ساعت. هم سباستیان همراه تو، آی سباستیان yeah. خوب هستن، یو اوکی، تانک یو فور پلی. ایشون دابل بیس رو میزنن، صدای yeah. بم رو میزنن. داستان زندگی چیه در این چند سال؟ در این چند سال، این 8 سال تو بلژیک هستی؟ آره، آره، من آمستردام بودم، بعد اومدم بلژیک، کنسرواتوار خوندم، کمپوزیشن. چی میگی شما؟ آهنگسازی. آهنگسازی. و سازبندی. خب. آره، آهنگسازی و جاز هم آکادمی فورت درس خوندم. و هنوز تموم کردی درس و اینا رو؟ دانش الان آره. چیکار میکنید اونجا بود؟ الان تدریس میکنم یه مدرسه و با چند تا گروه میزنیم. ایرانی هستن یا خودشون خارجی هستن؟ نه ایرانی نیستن. ایرانی هستن. هنوز کار ایرانی ضبط میکنی در این مدت؟ ساختی چند چیزی؟ من بیشتر آهنگسازی میکنم ولی برای خودم کار زیاد ضبط نمیکنم، بیشتر میسازم برای بچه ها. متاسفانه شاید داره، حالا باید شروع کنم. دیگران میخونن؟ آره، برای بچه، برای تنظیم میکنم، کار تنظیم میکنم برای کارهای کنسرواتوار. کار زیاده، موسیقی کلاسیکه. ولی خب اینم از اینم نمیشه جدا شد، منو اینجوری میشناسن دیگه. آره. منو به عنوان گیتار نوازنده گیتار میشناسن و به خاطر اون دوتا آهنگ یا چند تا آهنگی که خوندم هم بالاخره میشناسن. چطور بود کشتی؟ چطور بود کشتی؟ بسیار عالیه. یه آهنگ دارم در مورد کشتیه که نشستیم روش، که الان آره روشیم و گفتم اینا انگرم بزنم. باشه، من جام میدم به آقای پیمان. آره. نوازنده قابلی هستش پیمان عزیز. بعد دیگه ببینیم چطوری سه فیلم بردار ما میتونن اینو فیلم برداری کنن. بشین روی این قسمت. آره.
نوک هولمندی من مثلا نه نیاز ندارم خب من میخواهیم چی راحت کشتی ها هی سوت میکشن گول نخوری عزیز من ازم تو رو میگیرن و دیگه به هم پس نمیدن قاضای وحشی رو ببین تنها نمیرن به سفر اونا اینو خوب میدونن سفر خطر داره خطر سفر خطر داره خطر لا 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 به جاده ها خیره نشو آدمو افسون میکنن آدمو با خود میبرن اون دورا بیلون میکنن عزیز خاطرات من دوست ندارم تنها بری باهات میام حتی اگه تا اون ور دنیا بری تا اون ور دنیا بری آدمو افسون میکنن آدمو با خود میبرن اون دورا بیلون میکنن عزیز خاطرات من دوست ندارم تنها بری باهات میام حتی اگه تا اون ور دنیا بری تا اون ور دنیا بری تا اون ور دنیا بری لا 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 سپاس سپاس و مشتی از ایرانیان شهر پاریس هم اینجا هستن بقیهشون اون زیر هستن دارن میپزن سپاس از شروین همینطور پیمان و کجا هست اردلان که اینجا هستش و خدا امیر حسین کو من اینجا همینطور تشکر از مادر نگاه دارید جایزه اسکار میگیرم ها خیلی متشکرم با ما بودین و همینطور کافه خیام که باید شما دورم جمع بشیم در پاریس سپاس حالا دیگه بریم خونه هاتون La